بینندگان عزیز، با سلام به شما. الوعد وفا، چند هفته قول دادیم، هفته قبل متاسفانه اشکال اسکایپ و اینترنت بود، امروز با آقای کوروش سلیمانی، ایشون دوست داره بهش بگیم کوروش، پس از امروز یادتون باشه بهش بگیم فقط کوروش، با کوروش صحبت میکردم، گفتم امروز کار شما یه مقداری مشکله، چون باید زحمت دو هفته رو بکشی و من هفته قبل برنامه این بود که از ایشون بخوام خودش رو معرفی کنه، امروز این کار رو انجام میدم. آقای کوروش خان، برای ما بگو که کی هستی، چی هستی، چه کار میکنی، دوستان باهاتون آشنا بشن، بعد اون برنامه امروزت رو اجرا کن. این شما، این هم بینندگان و شنوندگان مردم تیوی در سر تا سر جهان. بفرمایید. میهنان گرامی، با سپاس از جناب سوربی، من نمیخوام بگم کی هستم، میخوام بگم کی نیستم. من میخواستم این موضوع را شدیداً تکذیب کنم و اونی که من هیچ گونه نسبت قوم‌کشی سببی و نسبی با سردار حاج قاسم سلیمانی فرمانده سپاه پاسداران که اشتباهی گفتم پستنداران فرمانده سپاه پاسداران در عراق ندارم و همین بدشانسی ما این بود که هم فامیلی مثل آقای قاسم سلیمانی داشته باشیم، چون که من پیش از این جریان تروریست اینا، من به خاطر قیافم شبیه تروریست بود، همیشه که این فرودگاه ها منو میگرفتن، حالا دیگه مکافات ما مضاعف شده. بله، حالا شانس آوردیم اسم سید عبدالله نیست برحال. بگذاریم، من بکنم اگه که درباره من چیزی ندونیم یاد ضرر نمی کنید. شما راجب پستانداران و پاسداران گفتید، اون آقای چاقه هست، اون واقعا پستاندار هم هست اون یکی. من هیچ وقت حالا فکر نکرده بودم. خب بفرمایید. بعد یه برنامه تلویزیونی هست از این برنامه هایی که اشتباهی که میکنن توی برنامه زنده، بکنه اگر که ایرانی ها این کارو بکنن این برنامه ما رو میره قسمتش. ولی برنامه اجازه بدین من اون حامیان این برنامه رو معرفی کنم، پشتیبانان، البته نه پشتیبانان مالی، یه بار خیال بد به فکرت نرسه، پشتیبانان معنوی. یکی هستش آقای دکتر بهروز تابش که در آتلانتا زندگی میکنن، افتخار دوستیشون رو دارن. ایشون یک کتابی نوشته به اسم هنر نویسندگی. یکم بیشتر بیارنش جلو دوربین لطفا. بله، همینجا خوبه. بله، هنر نویسندگی. این کتاب را اگر شما یک صفحه فراموش کنید واقعا ظلم بزرگ. میدونم خیلی ها فکر میکنید که نویسنده نیست، نمیخواین باشین، اونش مهم نیست، ولی اگر دو خط می نویسین برای یک رابطه دوستی، برای رابطه تجاری و میخواین درست باشه و تاثیر درستی داشته باشه و بهترین نتیجه را ازش بگیرین، اینو توصیه میکنم. چون که ما خیلی یه وقتا یه چیزای زیادی مینویسیم، یه وقتا یه چیزای میزنیم بیرسه اصلا طرفش بر میخوره. اینی که تمام این اصول این عالی جناب تو این کتابش نوشته و واقعا من توصیه میکنم اگه کتابشون رو میخواستیم تهیه کنین، ایمیل منو دارید برای من بفرستید. بگید ایمیلتون رو بگید تا بنویسم اینجا، چون ایمیل برنامه جداست. بگید بنویسم کورو. نه، ایمیل من هستش کوروش کی مثل کیمارت، او مثل اورانگوتان، یو مثل یوغور یونیفورم، آر مثل راجر رابیت، او مثل آنیون، اس مثل ساندویچ، اچ مثل هویج، 454@gmail.com. و اینم نوشتیم روی تابلو، بکنم آقای سوربی اینو بزنن شما برای من بفرستین، با کمال میل براش میفرستم. بله. این کتاب در اختیارتون میذارن، واقعا توصیه میکنم در هر رابطه ای اگر که با دوستی از دست شما یه خورشید این میخواین از دلش در بیارین، یه نام خطی میخواین براش بفرستین، یا یعنی که اگر همسرتون از شما قرار کردی میخواین دلش رو دست بیارین، توصیه میکنم فقط دو خط با رعایت این چیزا بفرستین براش و همسرتون دوباره از اول عاشقتون میشه. برحال بگذاریم، کتاب بعدی کتابی هستش
که با کمال افتخار معرفی میکنم کتاب همه رنگ‌های دنیا از آقای لقمان هدیان نژاد، یکی از نویسندگان بسیار خوب در آتلانتا هستند و این کتاب طرح شد به قول معروف دیزاینش سفارش خودش کرده و یک هنرمند بسیار خوبی هم هست، متاش برعکس من هیچ ادعا نداره و من اینو همش نخوندم. من یه مدتی که بود ناراحتی وجدان داشتم از این موضوع، خواب نمی‌برد گفتم چیکار کنم، بعد از سراغ این کتاب دیگه نتونستم بذارم زمین، هر صفحه شو خوندم اومدم کلی تعریفی شو میشه همسرم کردم، خانم کردم، من ازدواج کردم، یکی اینقدر من دوست داره شده که با من ازدواج بعد اون گرفت از ما خوند و اون دیگه گفت که نخیر من دیگه این کتاب رو دست نمیدم تا خودم تمام کنم. سر این موضوع جروع هستشتیم با اقل نازنین. حالا به خاطر اینکه بین زن و شوهر من اختلاف نندازم، شما بگم که خانم ایشون خانم مردی شاه فرزاست، کتاب اشعارش رو منتشر کرده در اتلانتا. افتخار ماست که چنین هنرمندانی نویسندگانی شعارهای در شهر ما هستند و متاسفانه اونجوری که میبایست حرفی نشدن. من این خصوص بده کردم گفتم اینا رو معرفی کنم. و اما بریم سراغ اصل موضوع. آقای کوروشان شما چون به من گفتید منم تو برنامه صحبت کنم که گفت و شنود باشه، میخواین بخش بخش بریم جلو یا وایستم همه چی رو بنویسم آخر کار بگم؟ نه نه، همون بخش بخش، تیکه به تیکه، نکته به نکته، مو به مو. شما راجع به این کتاب ها که گفتید خیلی هم قشنگ و بامزه توضیح دادید، بعد گفتید که حالا بین خانما و آقایان به اصطلاح اختلاف نندازم. به نظر من شما فروشنده خوبی نیستی، اگه فروشنده خوبی بودی بینشون با این کتاب اختلاف مینداختی، بعد اون یک کتاب دیگر رو میفروختی، میگفتی این اختلاف رو برطرف میکنه. ضمناً من ایمیل شما رو گذاشتم خیلی ساده، kurosh454@gmail.com. یادمه که تو ایران حروفی بود به نام حروف ابجد، حروف عوض، نمیدونم از این چیزا، و مثلا میگفتن 101 یعنی یا علی، 110 یعنی یا حسین، از این چیزا. این شماره شما معنی و مفهوم خاصی داره یا شما هر چی زدید کوروش دیدید ای بابا 450 و نه همه رو گرفتم، فقط من شانس بودم شماره تلفنم رفتم بگیرم، یه شماره سرراستی بود بس. که 3 تا 6 آخرش بود، این 3 تا 6 اصلا یه چیز نحسیه، شماره شیطانی من هم دیدم کسی نگرفته و گرفتمش، اتفاق خیلی هم برای من برکت داشته چون که مردم یادشون میمونه. ولی خواهش میکنم این شماره تلفن و ایمیل من رو دست هر کسی خواستید بدین به غیر از اون کلکشن ایجنسی ها. آها پس لطف کنید شماره تلفنتون رو بگید، محرمونه من خودم به اون. آقای بل. کوروش لطف کنید شماره تلفنتون رو بگید تا من اینجا بنویسم. 404 بله 444 به 8666 یا 444866 این لازم نیست یادداشت کنیم، همینجوری آدم یادش میمونه. بله بله بله، خیلی ممنون. من الان می‌نویسم اینجا که این شماره هم بیاد و به اصطلاح دوستان ببینن. پس دوستان ایشون ایمیل داره، شماره تلفن داره، من دیگه ساکت میشم، میکروفون در اختیار شما، بفرمایید. خواهش می‌کنم. موضوع اول یه طرحی داشتیم بعد به اسم صندوق عقاید. حالا چرا اسمش گذاشتیم صندوق؟ بسیار فکر خوب کردین اگه این پرسش از خودتون کردین، اگه نکردین که هیچی. علتش اینه که ما اینجا به آزادی بیان خیلی علاقه داریم، منتش عمل نمی کنیم و ما باید دی از دوستان گفتیم یه طریق بریزیم که هر کس 2 تا $50 و فقط یک بار 2 تا $50 یا 2 بار $50 و $50 به این صندوق به اسم مردم تیوی هدیه کنیم. کسی که حرفی برای زدن داره ما نصف کل برنامه شو تا فقط برای 2 ساعت حد اکثر 2 ساعت از این صندوق بهش میدیم که تشویق کنیم آزادی بیان و مخالفان و دشمنان، هر که حرفی داره ما میخوام حرفا رو بشنیم بیاد بزنیم. از کسی هم بیشتر از $100 کمک نمیگیریم به خاطر اینکه میخوایم همه طور مطابق کمک کنن و کسی هم که پول زیادتری میده اصولا خب یه مقدار نفوذ هم داره بدین اینکه
ما بخوایم اصلا ما اخلاق ما ایرانی ها دیکتاتور پروریم، بی خود نیست که دیکتاتور داریم، دیکتاتور خودمونه. به هر حال این یه طرحیه، شروع کردیم تا حالا 4-5 نفر داوطلب شدن که این پول گذاشتن. اگر کسی گفتم مخالف موافق هرچی هستش، راجع اون برنامه‌ای که پیشتر به آتلانتا به جورجیا به قول معروف اگر که خود حرفی بزنه با ما تماس بگیره و امیدواریم که این تر مؤثر باشه. در ضمن این راجع من توضیحی بدم راجع به این دستکشی، نیمه دستکشی که دارم. من یادم رفت در بیارم اینه به خاطر که من کار تصویرسازی هم با تبلت کامپیوتر هم کاغذ، از بس که این قسمت از دست ما ثابته شده به کاغذ های زیر به تبلت، مجبورم از این استفاده کنم. خلاصه این مقدار زخم شده. اینا من یادم یه دینی افتادم که مؤمنینش وقتی که نماز بخونه سرشون میذارم به سنگ و اون علامتی رو پیشنیش نشونه اینه که چقدر این بزرگوار نماز بخونه. حالا من گفتم اگه اینا بذارم شما فکر بکنی من همیشه خیلی تو این کارا حرفه‌ای هستم. به هر حال بگذاریم، امیدوارم که از این طرح استقبال کنیم. موضوع دوم که میخواستیم بریم سراغش و دربارش صحبت کنیم راجع به کانون ایرانیان آتلانتا. این از اول مشخص کنم که من هیچ قصد تعریف و تمجید و چیزی از کانون ندارم، باشون مخالفیت هم ندارم. به عنوان یه شخص بی‌طرف دارم اینجا صحبت میکنم چون که شاهد جریانایی بودم و اصولا من هر وقتم که خواستم از کسی تعریف کنم برم پیام دادم که خیر ببینید نمیخواد از ما تعریف. ولی در مورد کانون تاریخش و کانون ایرانیان آتلانتا رو برای شما بگم، حدود 28 سال پیش یده اومدن و در کانون ریختن، دور هم جمع شدن و ایرانی هایی هم که تو این شهر بودن از تمام ایالت های مختلف، استان های مختلف ایران، از هر قوم و قبیله و ایر و عشیره و دین و مذهب و مکتبی اومده بودن و دور هم جمع شده بودن و عقاید مختلف و آقشون که یکتوب نرفت همه جای دیگه کار به اختلاف نظر و بعضی مواقع اختلاف انشاب رسید. ولی یه چیزی که اون مخلوق اتفاق افتاد در اول یا اولهای یا شروع تقریبا قانون این بود که انتخابات رئیس جمهوری ایران بعد از انقلاب بود که آقای رفسنجانی میخواست داوطلب بود و یه دم حوزای رای گیری در آتلانتا گذاشته بودن و اینا هم دنبال یه جایی میگشتن که بیان برای انتخابات حوزه رای گیری داشته باشن، مثل که دیدن کانون ایرانیان هست، اومدن با کانون تماس گرفتن، کانون هم نمیدونسته چیه جریان. به گفته چشم، بعد که فهمیده مال جمهوری اسلامیه گفته که نه و این موضوع انتخابات در کانون برگزار نشد و یک عده هنوز این موضوع را دستک و دنبک کردن، حمله میکنن. یکیش هم همین آقای مهدی ارجمندی که ذکر خیریشون خواهد شد، من ایشون معرفی خواهم کرد، من این چرا موضوع رو مطرح میکنه. این موضوع نشد، من اونجا نبودم، ولی من حرف آقای دکتر عبقری رو که اون موقع رئیس هیئت مدیره بود قبول میکنم که این اتفاق نیفتاده. در اون موقع من آقای عبقری جفتمون خودمون رو داوطلب انتخابات کردیم، ایشون اول شد من آخر و میخواستم بگم خدا هیچ نامسلمونی رو به چاره کنفی نکنه که تو انتخابات آخر بشه و من خدا رو شکر کردم که من نمیخواستم رئیس جمهور بشم نفر 16 هم بشم با 1% آرا. کوروش جان منظور شما رئیس جمهوری ایران بوده یا انتخابات؟ نه انتخابات اینجا 16 نفر تو این جمهوری خواهی میخواستم انتخاب بشن، یکیشون آخر دفعه 1% رأی آورد، خیلی آورد دلم برای اون سو. خب یه توضیح، این که شما گفتید خدا هیچ غیر مسلمونی رو، به دوستان من قبلا گفتم شما کلیمی هستین، ولی از اون کلیمی هایی که به اصطلاح خیلی باورمندن فکر نمی کنم باشی، درست میگم؟ چی بهشون میگن؟ ارتودکس میگن وقتی خیلی همه اونا بعد ارتودکس های دو آتشه یا به ابریش میگن داتی. بعد جناب سوربی، حالا که حرف تو حرف میاد
به شما بگم که بعضی دوستان به خاطر احترام میگن کلمه سختشونه بگن یهودی، به خاطر که فکر میکنن یهودی گفتن طرفش بعد نازی زمان یهودی بودن اسم دینه و تهمت و اتهامی نیست، و حتی به خاطر که جهود هم بد نیست. اون وقت دیگه به یهودی هم میگفتن جهود، ولی وقتی کار تحقیر گرفت و به جود موفق شد اینه که حالا یه مسلمان ها فکر کنن اگه بگن به کسی بر میخوره، چه آدم بر میخوره. آقای کورفان، این برنامه شما خیلی خوبه. شما یه چیزی رو که میگین منو یاد یه برنامه دیگه میندازه. سالها پیش، میدونید من اهل شیراز هستم و توی شیراز اشکالی نداره، هیچ اشکال نداره، بفهم. ما توی شیراز خیلی کلیمی داریم، یهودی داریم، اینها به اصطلاح برعکس تبریز که مثلا هیچ کس نبوده، و ما همین که شما گفتی همیشه به اینها میگفتیم جود. بعد حتی مثلا داشتیم محله جودا که مثلا نزدیک خونه عموی من بود و اینا. یادم سالها پیش من یه دفعه توی تلویزیون گفتم، بعد یه خانمی که اتفاقا اونم شیرازی بود تماس گرفت، گفت آقای سوربی توی ایران میدونم من همشهری شما هستم، گفتن جود اشکالی نداشت، ولی اینجا وقتی میگید اینها بهشون بر میخوره، همون که شما میگید بهتره بگیم یهودی یا کلیمی. و چرا بهشون بر میخوره؟ چرا تو ایران اوکی بود ولی اینجا اوکی نیست؟ من نمیدونم. به خاطر ببینید الان یه موضوع راجع به سیاه‌پوستا، اینا به خودشون میگفتن نیگرو، اون امریکن نیگرو، ای دبل ای سی سی پی یا همچی چیزی، امریکن نیگرو اسوسییشن یا همچی چیزی، اون این یعنی علامت نیگرو، اینا به خودشون میگفتن نیگرو، بعد این دبل ای سی پی. بعدش دیدن که نه عوضش کردن، دیدن باره تأخیر داره، گفتن دیگه به ما نگین نیگرو. بعدش دوباره چون بلک یا سیاه دیدن باره تأخیر داره، اینو اومدن گفتن افریکن امریکن. بعد من هیچ احساسی قصدی بی احترامی نداشتم به سیاه‌پوستا که بهشون بگم بلک، ولی احساس قطعی هم نداشتم که بگم افریکن امریکن، چه خیلی از سیاه‌پوستا اصلا آفریقایی نیستن، از یه جای دیگه هست، هندی اصلا کشوری دیگه. اینی که پستگی به شرایط داره، و خوشحالم که موضوع یواش یواش داره حل میشه. ولی اشاره کردین چرا تو تبریز یهودی نیست؟ به خاطر اینکه 7000 نفر یهودی رو 100 سال پیش قتل عام کردن، به خاطر اینکه تهمتی زدن به یک تاجر یهودی که یکی با شقاوت داشت و یک بچه کش از یکی از علمای دین و توی آبدارخونهشون پنهون کرد. بعد اینا گفتن گم شده، دو روز پیداش دنبالش گشتن و این گفت آره این کشته و به خاطر عید فطیرشون خون اینا را میریزه تو فطیر، و ریختن ها حدود 7000 تا یا 5000 تا یهودی را قتل عام کردن. این موضوع هم در قوم اتفاق افتاد به خاطر اینکه یه بچه یهودی با مسلمان داشته بازی میکرد، یه سنگی میزد چشمه بچه کور میشه و اونجا یهودی ها رو قتل عام میکنن، و به همین جهته که حضرت مطالعه توی قوم یهودی زندگی نکرد. ببخشین از بس منحرف شدیم، من اجازه میدید ما الان فکر کنیم نیم ساعتی داریم، اگرم نشد که به برنامه های وقت اگر اجازه به اون بدین اونجا مطرح خواهیم کرد. ولی طرح بعدی طرح شیاده، اگر که صندوق عقاید که داشتم میگفتم حل شد، طرح شیاده. من طرح شیاده از اینجا گرفتم به خاطر که رفته بودم اسرائیل، اونجا خانواده من توی اسرائیل زندگی میکنه. بعد دیدم روی یک از روزنامه ها یک عکس حاخامی از اونا که اون سیسید بهش میگن تو عبری، یک پارچه یک موقع عبادت میندازن تو سرشون و سرشون، چون انداخته و دوره برش که چند تا نظامی وایستد، من فکر کردم یکی از نظامی ها کشته شده، یا اینکه به هر حال یکی در گذشته چیزی. این داره مراسم مذهبی اجرا میکنه. از برادرم پرسیدم، گفت نه این عادی جناب، چون که به خاطر به زنهای دیگه خلاصه نظر لطف داشته باشون، به قول لاز خشکی زده یا رابطه داشته، زن شکایت کرده از پلیس گرفتش و
یک موضوع رو میخواستم بگم. من قصد ندارم اینجا تبلیغ اسرائیل رو بکنم، ولی چون میرم و میام یه آشنایی هایی دارم، یه چیزایی به شما میگم. حالا شاید تو خیلی از کشورهای دیگه وضعش بهتر از اسرائیل باشه، بهتر هست، ولی حقوق زن با اینکه یک کشور مذهبی، با اینکه اون حاخامای قضات دادگاه حاخام هستن، حقوق زن بسیار بسیار رعایت میشه در اسرائیل و حتی بگم ناعادلانه است، چون که این زنهایی که زیر ستم مردسالاری بودن از اون آزادی دار که دارن استفاده میکنن و به یه همدیگه کمک میکنن که با اون مردای مردسالار مبارزه کنن. و خلاصه یه وقتی اصلا مردا قربانی ناحق این جدا میشن، این موضوع ها میشن. حالا وارد بحثش نمیخوام بشم، ولی منظور شما این بود که این حاخام بفرمایید، منظور شما این بود که اونجا حتی خانم ها بیشتر از آقایون حقوق دارن، حق و حقوق دارن. ببینید اگر که مساوی باشه خودشون چون با هم متحدن، بله، چون که درد مشترکی داشتن حتی با زنهای عرب، اینا با هم متحد. حتی اینجا توی نیویورک خانم یهودی بود که اینا وادارش کرده بودن به یه مرد خیلی بزرگتر از خودش ازدواج کنه، چون که اینا توی چیز بوده دیگه، توی دیگه یهود از خانم بوده، حالا اینا جای دیگه. این خانم طلاق میگیره و میاد یه سازمانی درست میکنه که به زنهای یهودی که به زور وادارشون میکنن در سن کم با یه آدمایی که بالا سنشون بالاتر ازدواج کنه، ازدواج اجباری، مبارزه کنه. و چیز جالب اینه که خیلی خیلی از این کسایی که عضو این سازمانش میشن زنهای مسلمان بودن، به خصوص کسایی که از کشور آفریقایی بودن. حالا اگر اجازه بدین من برم، چون من دیگه قرار شد قرار شد بخش به بخش جلو بریم. زمین شما نگران وقت نباش، امروز اگه از یک ساعت هم گذشتی من اینجا هستم، خوشحال میشم. شما راجع به این سن زنا و اینها صحبت کردید، الان میدونیم که آمریکا یه موزل بزرگی که داشته و الان دستشون رو شده، مثلا همین قاضی آلاباما میگن با خانم دخترهای 14 ساله 16 ساله بوده. جالب اینه که یه پریست یعنی یه شبان، یه پدر روحانی دیروز گفت خب میدونید بعضی از این خانم ها با وجودی که 14 سالشونه ولی از زنای 20 ساله به اصطلاح بیشتر وقت نشون داده میشن. و یادم میاد که این ماجرا برمیگرده تو ایران هم بعضی از این آخوندها میگفتن اسلام که گفته 9 سال، چون توی عربستان دخترها زودتر بالغ میشدن و اینها، و به این خاطر بوده. یعنی به نظر میرسه که وقتی میریم سراغ دین، دین یه راهی پیدا میکنه که سرپوش بذاره رو کارهای غلطش. نظر شما درباره این ماجراهای سکسی که الان تو آمریکا هست و این ماجراهایی که این آقا به چندین دختری که 14-15، حتی خانم خودش تعریف میکنه که میگه یه روزی وایساده بودم داشتم نگاه میکردم، رقص دخترها بود و بعد از 8 سال من همین خانم رو دیدم. که الان سوال اینه که اونجا که رقص دخترها بوده این آقا چه کاره بوده؟ به اصطلاح ریهرسال بوده اینا. میدونید این آقای مورو میگم، بله بله، ریمور، حتی اون شهر درس خوندم، تمام اون منطقه رو خوب میشستم. بله بله. نظر شما درباره این موضوع چیه؟ این ماجرای همین ازدواجای کم سن و سال، اتفاقا تو آمریکا الان من دیدم حتی اون مسئله صیغه ایران رو هم اینجا دارن به یه صورت دیگه میارن تو جامعه. حالا یوتا و اینا بگذاریم که اون دوستان مورمن هرچی میخوان میگیرن، ولی یه چیزی برنامه هست به نام سیستر وایف، یعنی یه زنی رو مثل مثلا خواهر زنشون میارن تو خونه و اینها، و چون غیر قانونی ازدواج نمی کنن ولی آقای با هر دوشون هست. بله بله بفرمایید. اگر که اجازه بدین من یه موضوع راجع به قانون میخواستم تمام بکنم، اگر اجازه بفرمایید. حتما بفرمایید. به خاطر که زیاد از این شاخه به شاخه نپرید، من اجازه نوتی اجازه بفرمایید من راجع به کارو یه مطلبی خواستم بگم و همچنین موضوع شایعاتی که میخواستم بگم راجع به زن. داشتم میگفتم زن آزاری اینا توی اسرائیل انقدر این مسئله مهمه که رئیس جمهور اسرائیلی ایرانی بود مشخصا اتهام این که این اتهامات از همین براش زدن بوده، 5 سال زندان افتاد و از جمهوری کشیدنش بیرون. اینا
یه مسئله بسیار جدیه و اگر شما قیافه همون خانمی که توی بران آقای مور که میگو در سنین جوانی بعد حالا 40 سال اومده اینجا و بعد 40 سال هنوز گریه میکرد و اون دردی که توی سینه این خانم بود بعد 40 سال هنوز مرهمی روش داده نشده بود، یعنی هنوز اذیتش میکرد و اینا رو ما همجوری چیزی پیش میکنیم و بسیار خوشحالم به این موضوع برامیشه. اگر اینکه من آقای شهرام همایون و همچنین آقای مهدی ارجمند که اسمش اینجا و نشریه پردیس که اینجا شما میبینیم اومدم اینجا توی برنامه شما وقت گرفتم و میخوام راجع بهش صحبت کنم به خاطر اینکه اون چیزای پشت پرده رو نشون بدم، به خاطر اون کسایی که ضربه خوردن، به اون کسایی که به قول معروف گندم رو فروشان گندم نما هست. آقای ارجمند مسئول پردیس هست؟ بله؟ آقای ارجمند مسئول مدیر؟ نه 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 اونش یا نه اینو من اگه اجازه بدین وقتی به اون قسمت رسیدیم مفصلا میگم. بفرمایید. راجع پردیس اگر اجازه بدین من حرفمو فقط تموم کنم. حتما. یکی راجع به کانون میخواستم صحبت بکنم. کانون ایرانیان نیتا آتلانتا بعد از یک مدتی که رکود داشت شده در 12 سال پیش دوباره جون گرفت به برکت زحمت های زیاد و پداکاری دو دکتر که من به اینا میگم دکتر مازوخیست، به خاطر اینکه 6 سال توی کانون زحمت کشن هنوزم که دورشون تموم شده هنوزم دارن از بحث خودشون و خانوادهشون میزنن برای خدمت اومدن به کانون. اومدن بعد به کمک یک حسابدار با سابقه اینجا به اسم آقای بهزاد کمپانی ایشون حدود 600 هزار دلار پول جمع کرد برای کانون یک جایی بگیر. آقای محمد امینی که تمام کشورهای اروپایی و عرصه بزرگ امریکا یعنی شهرهای امریکا و همچنین کانادا رو مسافرت کرد به خاطر سخنرانیش میگفت که به هیچ جا یه همچین کانونی ندیده و حالا اینجا تو امریکا اینجا شایع شده که این کانون چون که پولش 600 هزار دلاره و هر روز یا 10 دلاره پس این پولش جمهوری اسلامی ده. بعد یه ده از همیهنهای ما هم متاسفانه اینا رو میگیرن و پخش میکنن و نه تنها خدمتی نمیکنن، قدردانی نمیکنن از کار اینا بلکه اینجوری ضعیف میکنن. میخواستم بگم این موضوع واقعیت نداره. اگر کسی به چیزی معتقده مثل من بیاد اینجا، ما نصف پولش میدیم پس همون صندوقی که گفتم بیاد اینجا با دلیل مدرک منطق حرفش رو ثابت کنیم. چرا ما دیگران رو خراب میکنیم؟ چرا ما یکی که داره زحمت میکشه که خودمون کاری نمیکنیم اونا رو نابود نامید میکنیم؟ به همین جهت گفتم آقای کمپانی که حسابدار سابق شریفه اگر هم سابقه بعد یه داشت میدین اسمای بعد سابقه بعد کارهای بعد خیلی خوب تو دهن آدم میپیچه. این نمیتونه 600 هزار دلار جمع کنه اگه آدم درست نبود. من اگه بخوام یه شما آقای سوری بخوام یه دلار از براتون جمع کنیم بتونیم ما تو 60 هزار دلار جمع کرده ما تو 60 دلارش موندیم گوشه کنیم. بعد حالا یه دم هستن کمک کردن، خیلی هم هستن کمک میکنن نمیخوان اسمشون مطرح باشه، بعد کمک کردن اینا هم نمیخواد نمیتونه از نظر قانونی اخلاقی هرچی اسمشون رو بگید و همه اینا گفتی که بابا شما بیاین اسم اینا رو من چیزایی که میخوان توی دفتر من بهتون ثابت بکنم. تمام اون چیزایی که میخواستن را که شفاف سازی اینا گذاشتن روی سایت ایشون حاضره خلاصه شفاف سازی کنه چی میگن اسمش هم درست یادم میاد شفافیت به خرج بده و حالا اینجا میگن ترانسپرنسی. بله همه چیز و علتی که من این برنامه رو پیش قدم شدم بذارم که با این دوستا میگه بیاید حرفاتون رو بزنین اگه شما روشن حرف نزنین این شایعات پخش میشه یه دوی انسان هم باور میکنه اگه شما ساکت باشین. به همین جایی که یک حرکت شروع شده با میدارن دوستان بیان با دادن وقت مساوی به همه جریان ها حقایق تا اونجا که ممکنه روشن کنن و امیدوارم که من واقعا یک خدمتی به کانون کرده باشم چون اینا واقعا
زحمت میکشن، خدمت میکنن، مراسم عید، مراسم فستیوال گذاشتن برای 13 به در جشن مهرگان، تمام این چیزها، کلاس های فارسی موسیقی، تمام اینا بزرگترین خدمت کردم. حالا اینا میگن اینا معمولی جمهوری اسلامی هست. من گفته بودم بابا اگه جمهوری اسلامی از این کارا میکنه دمش گرم، من میرم پشت سر آخونده نماز میکنم. اگه که جمهوری اسلامی این کار کرده ازش قدردانی میکنه، چون که خیلی از این کسایی که شعار میدن که تا حالا نرفتن یک آلونک بگیرن چهار تا پرچم بزنن بالا سرش یا اینکه کلاس فارسی درست کنه مدرسه، ما فقط شعار میدیم و حرف میزنیم. در از موضوع پرچم شد، این موضوع رو بگم که حدود 17 سال پیش یک انسانی شریف چیر پارک پرده اومد یک پرچم سرنگ بدون علامتی گذاشت، کانون هدیه کرد و موضوعی نبود، هیچ اشکالی نداشت، یک پرچم سرنگی که مارک روش چیست علامتی روش نیست و به قول اون شعر معروفی که میگه برزگر باران و بازور آفتاب، هر که نقش خیشتن بیند در آب. اون کسی که طرفدار سلطنت و این چیزا بود، اون شیر خورشید میدید روی پرچمش تجسم میکرد و اونم که مال جمهوری اسلامی بود، بعد اون علامتی که اللهی که آرم جمهوری اسلامی. بعد در حال موضوعی نشد تا اینکه به یه نفی از انها که هیچ کس نمیدونه یک جوری شیر خورشید روی پرچم جا گرفت در کانون. بعد اینم اشکالی نداشت تا اینکه سلطنت طلبان اومدن اینو به عنوان یک نماد استانبولی از مبارزه، حتما حتما پرچم شیر و خورشید باشه با جمهوری اسلامی. بعد از طرف مجاهدین هم شیر و خورشید رسمیت شناخته بودن و روی پرچم داشته باشه گذاشته بودن. من این اگه میگم قصد انتقاد از مجاهدین ندارم، حق دارن، هر کس هر جوری که دلش بخواد هرچی بخواد رو پرچم شده، اونا ایرانی هم. ولی به هر حال این یه موضوعی شد بسیار پیچیده برای کانون. چون که اجازه بدین یه جوکی در این مورد براتون بگم، شاید مجبور نباشم توضیح بدم. میگه توی سربازخونه یه سربازی بوده، یک عکس لخت مادرزاد تمام قدی رو میذاره اون پشت در کمدش، بعد این به گوش فرماندهش میرسه، اونم یه استواری میفرسته و میگه برو این گوش این شرف رو بگیر و عکس رو پاره کن و بردار بیار اینجا تا من خدمتش برسم. و این استوارا میره و توپ پرو دست خالی و با لبای آویزون برمیگرده و این سربازیش میگه میگم من نگفتم که عکس رو پاره کنن، عکس رو پاره شدی چرا سرباز رو نیوردی من اینجا؟ تنبیهش کنم. این استوارا میگه آخه جناب سرامی من گفتن عکس زنین دو عکس مادرشه، من چیکار دستش بسته بود. این پرچم حکم همینو داشت، هیچ که جرات نمی که دست بشه بزن، چون که فقط کافی بود دست به پرچم بزنی. این خیلی این کسایی که پرچم این چیزا می کنن، فقط کافی بود پوست از کله هم اینا می کندن، خونشونو به شیشه می کشیدن که پرچم شیر و خورشید و که نمادی از ایران و باستان هست از کانون آوردن بیرون. و اینا من این توضیح به شما بدن که کانون ایرانی هم صاف و پوستنده تازه و تاشن در اساسنامه یک کانونی هستش غیر مذهبی و غیر سیاسی و به هیچ طبقه و گروه سیاسی مذهبی طبق اساسنامه‌اش نمی بایست که بستگی داشته باشه. و این موضوع پرچم حدود 18 سال 20 سال این دست از کانون ایران بسته بود و اینا هم از ترس این که بهشون نمیخوام بگم ترس، من از همه ترسیدم، ولی ملاحظه میکردم، چون که یه وقتایی یه تهمت ناروا وقتی زده بشه یه پخش کنن تا بیای ثابت بکنی که بابا اینجوری نیست، خیلی دادن سایر خود برحال این موضوعش مونده بودم. و من دیدم یه دم هر وقت یه مرسی میستش میگم پرچم و راست میارم توی مرد سالون و اینا هم هرچی پنهون میکردن یه جوری که مثلا اون شیر خورشید دیده نشد، نه این میادن شیر خورشید رو قشنگ هم نشون میدادن. و یه دفعه تازه میمدن کانون یکی میمدن عکس میگرفتن، بعد اینا میترسیدن برن ایران و دیگه حالا بیا ثابت کنی بابا جون جز این گروه های مخالف نیستن، یکمی
نگران شده بودن و یکم فکر میکردن یا نه یا رو. من دیدم من اشکالی ندارم با کسایی که به پرچم اعتقاد دارن، عقاید خودشون، ولی نمیتونن تحمیل کنن به کسی، نمیتونن بگن اگر تو به پرچم شیرو خوش اعتقاد نداری تو ایرانی نیستی، تو وطن پرست نیستی، بابا اصلا من بی وطن بی دین نیستی، هر چی که شما میخواید بگید. در اینجا این پرچم توی کانون غیر قانونی بود، من آوردمش بیرون. خب بلا فاصله من میخواستم اینجا به من میگن که فردوسی آتلانتا، چون که اگر فردوسی فرهنگ زبان فارسی رو زنده نگه داشت، من فرهنگ چهار واده برای ایرانی رو اینجا زنده کردن، چون که انواع و اقسام خوشای چهار واده رو به اینترنت به من دادن و تهمت رو اصلا من بچه آخوندم و مأمور جمهوری اسلامی و تمام این چیزا. بهشون گفتم این کار غیر قانونی، اگر میخواین خیلی دیتون میسوزه بریم جای دیگه پرچم بزنید. آقای سلیمانی شما، من میخواستم از اون سوال کنم نظر خود شما درباره پرچم چیه، ولی این موضوعی که گفتید شما پرچم رو آوردید بیرون چون غیر قانونی بود، چرا غیر قانونی بود؟ یعنی چون یه سازمانی هست که میگه ما به هیچ سازمان و گروهی وابسته نیستیم، شما میگید داشتن پرچم با هر علامتی، حالا یا شیر و خورشید باشه یا خیلی نمادی از جمهوری، مبارزه با جمهوری اسلامی. آها. خود شما نظرتون درباره پرچم چیه؟ چه چیزی باید پرچم ایران باشه؟ ببینید اتفاقا اگر که به ما وقت اضافه بدین موضوع بسیار خوبی مطرح کردین جناب. بله بفرمایید. و اینو آقای محمد امینی میگفت که پرچم اون نماینده حکومت وقت، نماینده دولت وقت، و همچنین آقای حالا نه دکتر هستن یعنی ناصر شاهین‌پر که در ایران شما باشون خودتون مصاحبه داشتین با ایشون. بله ناصر شاهین‌پر فکر نمی‌کنم دکتر باشن، ایشون جامعه شناسی خوندن. بله بله ایشون دکتر نیستن، ولی به هر حال ایشون در موردی گفته بودن راجع به پرچم که پرچم هم شیر بوده خورشید بوده، ولی پرچم شیر و خورشید کنار هم نبوده و ایشون بسیار معرفتن. از طرفی اون پرچم کاویانی که میگن زرد بود و بنفش و اگر اشتباه کنم قرمز و سفید، این پرچم شیر خورشید که اومده به گفته ای به عبارتی، من نقل قول میکنم چون که شاید امکان داره 1% من اشتباه بکنم، و به خاطر اینکه در زمان قاجاریه چون که روحانیون نفوذ داشتن روی پرچم، چون یکی از القاب مولای متقیان رهبر شیعیان پیشوای شیعیان علی ابن ابی طالب این سیف الله بوده و اون شیری به اسم شیر میگفتن، سیف هم فکر کنم تعریفی میشه شیر، پس بنابراین ایشون هم شمشیر ذوالفقاری هم داشته، اینو به اسم سیف الله اینای شیر رو میذارن با اون شمشیر و اون قرمزش هم که سبز شما علامت سیدیه و سفیدش هم که برقی چیزا فرزن سفیدش که دقیقا یادم میاد بکنم قرمز هم علامت خون خون اگه درست گفته باشم، و این مونده و همینجور طول کشید تا انتهای دوره پهلوی. یه موضوع میخواستم خدمت نرس کنم، خدمت سلطنت روان نم محترم و مخشوط خان و تمام اینه، ما ضد شاه انقلاب کردیم، مرگ بر شاه گفتیم، شاه رو سرنگونشین دادیم و گفتیم رژیم باید عوض شه. حالا شد و این بزرگوار آیت الله خمینی قربونتون برم 3 میلیون نفر به پیشوازش اومدن و اومدن ایران رو به تخت نشوندنش و رای گیریش هم شد 97%شون رای دادن. حالا میگین نبوده تقلب شده، 51% که دادن که ایشون با رأی مردم اینجا قدرت رو دست گرفت. روشن فکرام که اونجایی که ما حرفشون بزن نزدن، ایشون قدرت قبضی کردن. حالا ایشون حق داشت هر پرچمی که دلش بخواد ترشو بریزه و ما در حال حاضر چه بخواید چه نخواید
پرچم جمهوریه، پرچم ایران همه جای دنیا پرچم جمهوریه، با اون کسی که تو ایران بعد از انقلاب به دنیا آمده و بهش گفتن پرچم شما اینه، همونو قبول میکنه، همون جده که ما بعد از روی کار آمدن برشبت بزرگ تک سلسله پهلوی به دنیا آمدیم، زندگی کردیم و ما بدونه که اطلاعی از آجابی داشته باشیم، گفتیم که بله پرچم همون چیزی که به ما میگن رژیم پهلوی به ما گفته. و محض یادآوری برای سلطنت طالبان محترم خاطر نرس کنم که رضا شاه گرچه از خدمتهایی که به ایران کرد هیچ شکی نمیشه درش کرد، اسماعیل کوروالی که یکی از نویسندگان بسیار بزرگ و پدر مطبوعات ایران شناخته میشد اومده بوده چه میگفت که اون کاری که رضا شاه کرد، حالا خیلی ازش انتقاد میکنم، ولی با هیچ راه و روشی به غیر از راه رضا شاه عملی نبود، ولی رضا شاه کودتا کرد و اومد روی کار، اعلامیه یک کودتا داد. عالی جناب، رضا شاه با مردم، با رأی مردم نیومد روی، درسته که برای مردم اومد، درسته که وطن پرست بود، پس بنابراین چرا دادی دیداد اومد نشد که بابا این پرچمش غیر قانونی؟ اما شما آخه کدوم دیدین از بازماندگان سلسله قاجاری شاهزادهاش که زیاد بودن هنوز هم هستن توی کشورهای خارجی بیان پرچم قاجاری رو ببرن بالا که بگن که نه خیلی این پرچم نیست و از این کاری که ما داریم میکنیم؟ یه موضوع اتفاقا جناب پارسا سربی از شما تشکر میکنم بخاطر که یاد من آوردین و اینه که یک عده از این کسایی که خیلی خیلی پرچم میکنه و میهن پرستی رو فقط در این میبینه که برن پرچم شیر خورشید رو در استادیوم ها نشون بدن، میخواستم بگم این کار شما نه تنها اشتباه، میخواستم بگم عاقلانی نیست. آها، و ترجیح میدم اگر که بیشتر از این بگم بی احترامی کرده باشم به کسی که این کارو کردن. البته عزیزم، منفعتشون توی این هست و اجازه بدین چون شما هفته قبل لطف کردید و برای من اینها رو خیلی قشنگ فرستادید، من فقط به عنوان یادآوری به شما بگم، شما نوشته بودید صندوق عقاید، زلزله کرمانشاه، زلزله کرمانشاه رو فراموش کردید، میخواین در این مورد چیز چیزی؟ فراموش نکردیم، از طرف یکی از کسایی که از طرف کانون دارن پول جمع میکنن، ما وقتمون رو داده بودیم به آقای دکتر گرمستانی که ایشون چون وقتمون که ایشون بیاد زودتر اقدام کنه برای جمع‌آوری زلزله و توضیحاتی در نهایت بی‌طرفی راجع به کانون میده، معرفی کانون، ایشون امکانش نبود براشون و من به هر حال وقت از شما گرفته بودیم، من اومدم و ایشون میان و راجع به موضوع صحبت میکنه. راجع به زلزله من متاسفانه الان نمیتونم صحبت، یعنی کسی نیستم راجع به موضوع. بسیار ممنونم. بعد اینجا چون شما میگم خیلی منظم و به ترتیب نوشتید، بعد از کانون ایرانیان پرچم که صحبت کردید، بعد نوشتید شهر. نه اجازه بده من راجع به پرچم یه حرف رو تمام کنم. اوکی بفرمایید. ببینید یه عکس دوستان روی وقتم داره تموم میشه. نگران وقت نباش آقای کوروشخان، نگران وقت نباش. بله بله راجع به پرچم یه عکس دیده بودم که گذاشته بودم روی اینترنت و زیادم دیدم توی مسابقات ورزشی یه ده از ایرانیان که مخالف جمهوری اسلامیان میرن و پرچم چیره خورشید میبرن بالا. گفتم این کار اشتباه است، عاقلانه نیست، زیان‌آوره. حالا چرا خدمت نعرض میکنم؟ خب یکی این که اگر شما میدونین اوراگوئه، نیکاراگوئه، پاراگوئه کجاست، چه نسبتی با هم دارن، یه سایت شاید کدام قاره هستن و شما میتونید تجسم کنین که اروپایی ها یا امریکایی ها میدونن ایران و پاکستان و عراق مثلا چه فرق شما هستی متوجه؟ اصلا درست نمیدونن، آگاهی ندارن راجع به این موضوع. حالا شما انتظار دارین بین مثلا فرق بین پرچم جمهوری اسلامی و پرچم شیر و خورشید بشناسن که شما میرین، پس بنابراین این باطله. از اون گذشته شما وقتی یک مجلس خصوصیه، وقتی یک مؤسسه چیز برنامه گذاشته، شما باید طبق قوانین یا نرید به اونجا یا به قوانینشون احترام بگذارید، و این احترام به قوانین چیزی نیستش که متاسفانه باید کرد. اونجا باعث اختشاش میشه این کار،
و اگه فکر میکنین اونایی کسایی که اونجا توی استادیوم هستن که ایرانی نیستن به کار شما احترام میذارن، اشتباه میکنین، میگن اینا بی‌فرهنگن، میگن اینا وحشیان. حالا اینا بگذاریم، از طرف دیگه شما خودتون رو بذارین جای اون ورزشکاری که میاد روی زمین ورزش را یا روی تشت کشتی و چیزی که میبینه پرشمی چی رو خوش بید، جرأت نمی کنه نگاه کنه، اعصابش خورد میشه، میترسه یه نگاه بکنه، یه لبخندی چیزی بزنه، همین دوربینا دارن فیلم قدنی میکنه، اصلا شما یه دست پاچه میکنه، اصلا اعصابش رو خورد بکنه، چون به ظلم و خدمتی هم به اون نکردیم، اختلاف داریم با جمهوری اسلامی، قربت دارم، برای یه جای دیگه این کارو بکن، نه توی زمین ورزشی که مال ورزشی که جای این چیزا نیست، فقط به خاطر ورزش. حالا شما اسمشو بکنید یه مثال دیگه. خب شما یه مهمونی دارین، یکی ها که میشناختینش یه آقای ثروتمند محترم مؤدب تمام چیزی اینا جز مهمونا هستش، یکی دیگه میاد باز شد اومد توی مهمونی، این آقا قربانی کلاهبرداری این همین آقای ثروتمند شده اونجا مجلس شما رو میرزه به هم که من این بابا پول من رو خورده و برداشته و رفته بود. شما اگه حرف درست حق دارین نمیباید مجلس دیگران رو هم بزنید، این کاری هم که شما میکنن پرچما به خاطر همین. یه موضوعی که تانی جورجی اتفاق افتاده بود که یه دانشجو به خاطر طرفداری از ایران و نشون دادن هویتشون پرچم جمهوری اسلامی برده بودن بالا توی پارک، یه دم اینا رو دستگودان بک کرده بودن گسته و دیرنه که اینا معبودین جمهوری اسلامی هست، درسته که مثل که توی کسی که تو ایران به دنیا آمده پرچم و پرچم جمهوری اسلامی میدونه. ولی جناب چون حالا نمیتونین پول رایج ایران به خاطر اینکه جمهوری اسلامی قبول ندارین بهن بگین که ناکه ما پولای زمان سلطنت اعلی حضرت رو میخواییم اینجا رایش کنیم و باش دادی صحبت کنیم، نمیشه قربونه. بکنم من راجع موضوع تا اونجا که تونستم توضیح دادم. جناب سوربی اگر که اجازه بدیم ما بریم سراغ موضوع بعدی، اگر که شما سوالی کردین بفرما. فقط راجع به پرچم و غیر قانونی عمل کردن این دوستان، دقیقا بعضی از این سالون ها هم جلوشون رو گرفتن، جلو ورودشون رو گرفتن، ولی یه سوال پیش میاد، چون ما میدونیم تو آمریکا هم الان چند سال پیش پرچم میسوزوندن، الان غیر قانونی شده، بل بعضیا بازم آتیش میزنن و بعضیا باور دارن که هر چیزی رو به این عنوان که غیر قانونیه ما انجام ندیم اون وقت قانونای بعد از بین نمیره. این رو درباره پرچم ایران نمیگم و شما مثالی زدید که فکر نمیکنم هیچ ایرانی پولای رایج الان آخونده رو بریزه دور به خاطر اینکه عکس خمینی روشه. ولی نظر شما درباره مخالفت مردم با کارهایی که به نظر یا با قانونایی که به نظرشون میاد بد هست چجوری باید اقدام کنن؟ شما میگی اینجا جاش نیست، منم قبول دارم. اون چیزی هم که راجع به ورزشکارا گفتید خیلی قشنگ گفتید، من تا امروز فکرشو نکرده بودم که کسی که از ایران با اون مشکلاتی که خودمون میگیم بلند میشه با این تیم میاد اینجا، بعد اینجا که ما به عنوان ایرانی میخوایم بریم تشویقش کنیم پرچم شیر خورشید رو ببریم که این بنده خدا از اول برنامه تا آخرش تنش میلرزه که فردا تو ایران تهمت طرفداری پادشاهی بهش نزنن. ولی باز برمیگردیم، به نظر شما مردم چگونه میتونن به اصطلاح مخالفت کنن با یه قانونی که بده؟ جناب اجازه بده من راجع به موضوع صحبت نکنم چه نمیتونم. بفهم متاسفم. البته سوالتون خوبه، فکر کنم این از یکی دیگه بپرسید. ولی یکی هم تنظیم بگم در مورد همین پرچم و جمهوری اسلامی و اینا، توی این پارک هایی که من وقتی که درس خودم توی پارک ها نقاشی میکشیدم پورتره اینا، با یک جوان 16 ساله سیاه‌پوستی کار میکردیم، این پورتره یه زن کشید، یه زنی کشید خیلی بد بود، زن خوشت نیومد، زنی گفت that's ugly. برای اینکه در ایران، برای کسایی که در ایران نگوش میدن بگم که دانش نکرده، این خیلی زشته، این جوان هم عصبانی شد این هرمند رو بزنه، گفت که face it lady you are ugly. این بعد وقت هم خرید پولش رو داد و رفت. ما به این دوستانی که هنوز فکر کنم پرچم ایران در حال حاضر پرچم شیر و خورشیده،
گوش بکنیم. با تمام احترامی که برای میهن پرستیشون داریم و وطن پرستیشون، این واقعیت حل خواهد یوری شده، قبول کن که پرچم ایران در حال حاضر در سازمان ملل متحد در سردر تمام سفارتخانه‌های دنیا پرچم جمهوری اسلامی قرار می‌گیرم. شما چه بخوای قبول بکنی و چه بخوای قبول نفهمی. بفرمایید. بله با شماست. راجع همین فکر کنم راجع به پرچم من دیگه بسش حرفی دیگه ندارم. واقعا یه توضیح هم بدم از پشت سر کسانی که رفتن، شاید نمی‌باید حرف زد. متاسفانه بعضی از همیهنان ما حالا نمیدونم راجع به اون ماکیاولی اون چیزایی که میگن درست یا غلطه، صحبت‌های زیادی یک فرصتی شد من رو دوست دارم به ماکیاولی صحبت میکنم، ولی ماکیاولی اسمش به این موضوع بعد رفته که هدف راه توجیه میکنه و اینا چون به یه عقیده ایمان دارن و فکر میکنن درسته دیگه هر کاری که میتونن بکنن. نمونهش در زمان قبل از انقلاب در کنفدراسیون یه جا رفته بودن مجسمه آزادی رو به اصطلاح به تصرف خودشون در آورده از اونجا شعار پخش کرده بودن، داده بودن یه بنری که اصلا این کار غیر قانونیه، شما حقی ندارین این کار، به خاطر اینکه در صورتی که میشد یه هواپیما کرایه کرد طبق رعایت قانون با اون امکانی آزادی که برای تظاهرات به شما میده، رادیو تلویزیون تمام اینا، شما کارهایی میتونه هم نظرشون بگیم هم به طور قانونی، و اینا این کار رو کردن و باور کنین فکر کنم اصلا ارزش خودشون رو آوردن بیرون. یا آقای فرود فولادوند که ایران همون فتح‌الله منوچهری بود اون عرشه نما کارگردان بود، ایشون هم همتی که در لندن بود جلوی اتحادیه اروپا به خاطر صدای اعتراض ایرانیان به جهان برسید و به هواداراش گفته بود که بری سر چهارراه همه ماشینا رو یه دفعه متوقف کنید، تکون نخورید تا راه بندون بشه تا ما اینا صدای اعتراض ما را در اتحادیه اروپا بشنون. و فکر کنین عکس العمل مردم چی بود، چون فکر مردم میمنن میگفتن آره تو راست میگی، اونم سر کارش باید بره، اینه دیرش شده، تمام وقت مردم ضایع کرده. من خودم اینجا یه نفر میخواست خودکشی کنه، رفته بود بالای یه پلی جاده رو بسته بودن و من گرما ماشین بدون کولر تو تابستون اینجا میدونید شرجیه، باور کنید به دوستانم گفتم که من حاضرم برم اینو از اون بالا بندازم پایین. بله اصلا برای من مهم نبود که این به چه دلیلی میخواد خودکشی کنه، فقط راه بندونی که ایجاد کرده بود احمقانه بود و این چیزی که شما میگید دوستان رفته بودن توی اروپا این کار کرده بودن. بله بله اتحادیه اروپا در بروکسل. بله بله بله. نه آقای فولادوند که امتحانشو پس داد، اصلا پولایی که از مردم گرفت اینجا، یه خانمی توی کالیفرنیا بنده خدا فکر کرده بود این بله فردا میره پادشاه میشه، چون گفته بود پادشاهی رو انتخاباتی میکنم و اینها، اون خانمم لابد ملکه میشه، خونهشو قسط گذاشته بود داد به این، بعد که دید نه خیر این بیهوده بوده و بی خود رفت و اصلا معلومم نیست کجاست، بعدا خانم خودکشی کرد. اتفاقا یه آقایی به نام پیام امیر سلیمانی اگه بشناسید اون ماجرای این خانم رو میدونه، اگه یه وقت شد بهش میگم باش صحبت میکنیم. بفرمایید. حالا راجع به موضوع راستش من آقای فولادوند یکی از همکاراش به سمای فعال تو آتلانتا بود میشناختمش، بعد فقط یک چیزی بگم جناب، اتفاقا این موضوع رو مطرح کردین، فولادوند متاسفانه یه مقدار خودش گرد چیز اشکال این بود که خیلی بی احترامی میکرد، فحاشی میکرد و یه مقدار ترس مردم رو ریخت. حالا نقطه مثبتش این بود که اگه کسای عقایدی مثل ایشون داشتن میترسیدن، چون این مقدار ترس ها رو ریخت، ولی روشش احترامی برای مخالفان نداشت، بهشون فرصت مساوی نمیداد که مخالف و موافق بیان حرف بزنن، بعد کسایی که تعریف و تمجید میکردن بهشون فرصت میداد و ایشون رو گول زدن بردن تو ترکیه. و من جریان شخصا توی همین آقای فعال که اینجا بود میگفت آره کسایی هستن که ایران از بردای ایران که خلاص دیگه هرچی درست کردن میان کمک که تا این هم که رفته و گولی زدن که بیان اونجا رو ببینید، دوزیدنش از
بردنش ایران و اینجوری که آقای نوری زاده میگفت 6 تا خنجر کشتنش توی ایران. اینا البته ببخشید آقای کوروش، درباره فولادوند صحبت ها زیاده، حتی خانم نیلوفر که از انگلستان، میدونید ایشون هم انگلستان زندگی کرد، گفت که این آقای فولادوند با یه دختر خانم بسیار جوانی که یا مال بلغارستان یا مال رومانیا آشنا شده و پولای جمع شده رو برشتن رفتن اونجا و این ماجرای مسافرت و اینها بی خود بوده. ولی صحبت از آقای نوریزاده کردید، دو تا سوال. اولا آقای نوریزاده وقتی اومد آتلانتا همون کانون ایرانیان بود، آقای دکتر سیاوش چیز بهش وقت داد، اون دکتر مدهی رو تعریف کرد که ما برنامه ها رو چک میکنیم اینها. ضمناً این آقای نوریزاده صحبتایی که میکنه از تو زندان خبر داره، از اتاق خواب خمینی خبر داره، از روابط خارجی ها خبر داره. یه مقداری دیگه برای ماها که هر روز این چیزها رو شنیدیم انقدر به اصطلاح اغراق و گزافه‌گویه که غیر قابل باور شده. جناب اجازه بدین من راجع مرز وارد این بحث نشم، چون که اون چیزایی که برنامه ریزی کرده بودیم ازش منحرف میشیم. ایشون با قولم فقط یک نقل قولی بکنم از استاد، از هنرمند گرامی ناصر ملک مطیعی که در مصاحبه‌ای که با رضا کانکیانیان داشت راجع به قضاوت مردم راجع به استعداد هنری خودش گفته بود که پرده سینما بیرحمه. میخواستم بگم این پرده، این صفحه کامپیوتر یا تلویزیون شما بیرحمه، هر کس هر چی هست بالاخره خودش رو نشون میده، متوجه هستین؟ شما نگران اون نباشه که پشت پرده میان یه چیزایی میگن و آدم های مرموز مشکوکی هستن و خیلی کسی نمیشناسنشون. ولی یک موضوعی که فقط میخواستم درباره آقای فولادوند بگم و اگر اجازه بده این موضوع رو تمام بکنیم، این بود که وقتی که گرفتنش اینجا، اون آقای فعال که یکی از همکارانش بود و آدم بسیار صادق و شریفی در اینجا، ازش حمایت که با هم توی مصر بودن یه موقع و من هم رادیوی زد، من باشون همکاری میکردم، بعد ایشون متاسفانه میونشون به هم خورد و اینجا اومد یه رادیوی زد، بعد که فولادوند گرفتن این شایعه شد که آره این فرار کرده و رفته و اسپانیا و این نقشه برنامه ریزی ما باور کردیم و این برنامه که گذاشت خیلی کسا میومدن روی خط و ما هم وقتا باور میکردیم و انواع و اقسام تهمت ها و برچسب ها و سرسازی ها و تمام این چیزها را به همایون ببخشن به فرود فولادوند میزدن و این یه روشیه که توی این بلا سر خود من اومده که در رادیو تلویزیون ها یکی مثل همین آقای شهرام همایون که دربارش صحبت خواهند کرد یا خیلی دیگه، اینا وقتی بینشون خلاف میده یه دمیان روی خطشون به بهانه طرفداری از مجری برنامه اون مخالفش رو تهمت و برچسب میزنن، خراب میکنن، میرن رو اون برنامه های دیگه و این آقا رو به همینجوری ایرانی های چیز رو بی اعتبار میکنن. من فکر کنم جمهوری اسلامی سعی بسیاری کرده که ضربه بزنه، بی اعتبار بکنه حرمت و احترام و محبوبیت با یک سری از یک نفرش حقیقت، بقیهش با سری داستان سازی که برای ایشون گفته زنشو میزده تو در انگلستان شو همچه کاری نمیتونستی بکنه، اگه همچه زنشو بزنی فکر کنم پرسی یا خیلی چیزایی دیگه که حالا که به اونا رو گوشیدم اینم نه واقعا داستان سازی بود که اعتبار فرود فولادوند نابود بکنن، یا همچنین کسایی که تهمت میزنن بین محبوبیتی دارن اینا رو فکر میکنن باید تهمتهایی که بهشون میزنن اعتبار و احترامشون توی اجتماع پایین بیارن. گفتم من مخالف روش فولادوند نبودم، ولی فقط چیزی که میتونم به جرئت بگم که ایشون یک مقدارشون کسایی که اومدن اون کسایی هستن که مأموری جمهوری اسلامی که میان روی خطا یا کسایی هست که با فحاشی کمی تو آتلانتا جریان اتفاق افتاد، سریع جریان پرچم ایمیل ها همه جا رایج شد، می اومدن و یک کسایی اومده بودن که رکیکترین فشار می دادن که چارواده از خجالت بکشن و نتیجه این شد که کسی دیگه جرأت نمی کنه اظهار عمل، اظهار ببخشه، اظهار عقیده کنه و این باعث شد که ارتباط قطع بشه. وقتی ارتباط قطع میشه روشنگری
یکی از اولین قربانیان شه و وقتی که روشنگری هم نباشه اون جامعه در اون رکود میمونه. و قصه ششم من به من میگه که یه همچین جامعه پیشرفت نمیکن. حالا شما بفرمایید، در ضمن ساعت هم پنجه، ریش و قیچی هم دست شماست. نه اگه میخواین درباره موضوعات دیگه‌ای صحبت کنید نگران وقت نباشید، چون تا اینجا فعلا رسیدیم به پرچم و شهرام و همایون که هنوز ناگفته مونده، و تبلیغ‌هایی که تبلیغ‌های بهایی. اگه میخواین نه اجازه بدید راجع به بهایی هم الان صحبت نمی‌کنم، من راجع به شریعت می‌خواستم صحبت کنم. من حرف گفتم خوبیش بینید که من نوشتم گذاشتم جناب. اوکی. جناب گفتم در اسرائیل بودم و اون جریان حاخام رو گفتم و که گفتم تعجب کردم که این حاخام رو گرفتن. بعد برادرم گفت با این که در اسرائیل واقعا قانون طرفدار زنه، با این که اتحادیه‌هایی دارن که واقعا حقوق زنها دفاع میکنن، ولی زنها بدبختانه خاطر این که محدودیت‌هایی که دارن اینه که کار نمیتونن بکنن، به خاطر این که مثل مردها تحصیل کرده نیستن، تجربه کاری ندارن، خانه‌دار بودن، کار نمیتونن بیرون بگیرن، استقلال مالی نمیتونن داشته باشن که طلاق بگیرن. خوش بکنید. بله. و دیگه این که خود زنها اگرم بتونن از ترس این که عروس دارن، داماد دارن، قوم و خویش یه چیزی دارن، اینا معمولا سر و صداش در نمیارن و شما نمیدونید چه زجریه که یکی اما دردی داشته باشه و تو سینه خودش بگیسی. این راجبه این موضوع چون موضوع مهمی هم خواست کابرت بکنم، میخواستم بگم که ایرج قادری یه فیلمی ساخته بود که راجبه این کتایی که سیغه میارن و غیر مستقیم توجیه کرد و کار سیغه و جمهوری اسلامی را. من نمیخواه راجبه موضوع اصلا نظر بکنم، ولی فقط میخواستم بگم که شاید سیغه کار درستی باشه، چون که خب در یه جایی که مردات جمع کشته شدن اگه یک بتونه دو تا زن داشته باشه یه جوری بتونه اینا رو به قول اینجا یه هندل کنه با خودش کم ده، شاید کار درستی کرده، ولی اشکالش اینه که سیغه به زن این امکان نمیده که تا میگه که یه موقع شرایط عوض شد تا میتونی تو شوهر داشته باشی، دوست پسر داشته باشی، در زمان تو شوهر داشته باشی. این اشکال من این بود. آقای ایرج قادری فیلم ساخته بود یه جور توشی کرده بود و بعد ایرج قادری که یه مردی هست سال خورده خلاصه میره با یه زنی سیغه میکنه، زن جوونی، و بعد دختراش میان بهش میگن که آره تو اگه مادره رو محکوم میکنن که اگه تو به شوهر رسیده بودی این سراغ کسی که نمیرم. میخواستم بگم یه موضوع رو، یه خاطره دیگه هم بگم. ما وقتی که توی ایستگاه راهگرد عراق قم اونجا زندگی میکردم، همسرم یه پاسبونی بود، یه بار داشت برای مادرم تعریف میکرد بدگویی یه پاسبونی دیگه رو میکرد و میگفت که این میره زنهای متفرقه رو میاره میبری تو اتاقش، در رو قفل میکنی در مادر. من اونجا اولین بار و آخرین باری بود که اسم زن متفرقه رو شنیدم. حالا به دلیل های این نمیخواست اون چیزی که معموله مثلا جلو مادر من بگه و ما بیشتر تمرکزشیم روی زشتی کار دیگه، اون کار این مرد، ولی اون تحقیری که این زن میشه جلو با پشاش و بچهاش اینا رو اون تمرکز نداشتیم. و این متاسفانه یکی از مصیبت هایی هستش که سر زنها میاد. برای اینو داشتم میگفتم، من اونجا بود که متوجه شدم اینا چه از نظر قانونی، چه الان در ایران دیگه شما صیغه آزادی میخواه چه کار بکنی، قانون بدین حق رو میده، مذهبتان به حق میده، بخواه چه کار، زن کاری نمیشه کرد، فقط تنها کاری که میشه کرد اینا رو رسوا کرد، افشا کرد، متوجه هستی. و به همین جهت بود که من تصمیم گرفتم به خاطر توی محدودیت هایی داشتم که شما آقای ارجمنده که به خاطر احترامی که به آقای خانوادش داشتم، چون برعکس خودش آقای آدم شریف و معتبری هستم، یه وقتی رو تو خودم بریزم، بعد دیدم نمیتونم ساکت بشنم، بتونم این آقا به اسم میهن پرستی پرچم کمک‌های خیریه میاد کلاهبرداری مالی میکنه و ایشون رو من گفتم روی نوشتم برای شما براتون فرستادم، خواهش میکنم روی اینترنت بذارین، بعدش هم عکس شریفشون که براتون فرستادم هر وقت بحثشون پیش اومد شما اونجا بذارین. و به همین جهت بود که با این طرح اومدم که
این آدم ها را از نظر قانونی خیلی خوب میتونن عرشبه دوزرتون که چون راوچه ها را یاد گرفتن دون سالم به در بیارن از قانون، چون که کسی که قربانی نمیشه اگه بخواد از نظر قانونی اقدام بکنه ببینه خرج وکیل درد سر اینا اینا اینقدر زیاده که اصلا قیدش میگذره، یا به خاطر محدودیت های دیگه موضوعی خانوادگی یا هر چی دوستی رفاقت حرفی نمیزنه و اینا ادامه میدن و تنها کاری که شما میتونین بکنین اینه که اینا رو رسوا کنین. مثل همین کارایی که اینا دارن با اون کسایی که آزاره کشتی با دادن. این بنر رو دارم نشون میدم، اگه شما لطف کنید بخونید یا اجازه بدید من بخونم. بخونید شما. بله دوستان، آقای کوروش میبینید حتی اسم خودش رو زیر بنر هم نوشته، بعد نوشته که مبارز نستوکاوه آهنگر، مبارز نستوکاوه آهنگر جنبش ما هستیم در آتلانتا، جناب مهدی ارجمند، ای کوشنده خستگی ناپذیر اجتماعی و سیاسی، ای بازگیرنده حق و حقوق. آقا واقعا فردوسی از سیاه حق و زحمت کشان، ای تولد، ای نواده کوروش کبیر، ای رهایی دهنده ایران ایرانی از چنگال دزدان و دغلبازان جمهوری اسلامی، لطفاً پولی را که در نهایت بالا کشیدید به صاحبش برگردانید، بعد فکر تغییر رژیم در ایران باشید. خب خود اینم یک روشی، اجازه بدید من به دوستان بگم، هر کسی نمیتونه بیاد بر علیه کسی دیگه یه همچین چیزی رو بنویسه تو خیابون وایسه و نشون بده. اینجا از لحاظ قانونی اگه اون طرف، اون آقای مهدی ارجمند به اصطلاح این یه تهمت بود، حتما میومد شکایت میکرد، حتما وکلایی بودن که مجانی وکالت ایشون رو قبول میکردن که بیان دنبال کوروش سلیمانی. ولی احتمالا چون آقای ارجمند میدونسته که ریگی به کفش خودش هست، هیچ اکشن اولی انجام شد یا هیچ، اینا بلدن صدا ندن بعضی وقتا، چی کار کرد این آقای ارجمند؟ اینا معمولا ترور شخصیت میکنه که من ایشونو میخواستم تیغ بزنم و این آقای شهرام همایون هم یک برنامه یک ساعت نیمه برای من گذاشت که من تعجب میکردم آخه من کی هستم که این آقا برنامه که ایران پخش میشه بیا راجع به من صحبت بکنه. چون من این بزرگوار وقتی که به جنبش ما هستیم پیوست هم میدونستم جیده قشون کجه و یه دام از اون آدم هایی وطن پرست شبیه تو جنبش سخت رو برای ایشون افتاده بودم و هم میدونستم چه ضربه ای میکنم. بعد چون که بدگویی روش من نیست و بالاخره میخواستم کاری کنیم آقا خود شما چیز بکنه، معرفی بکنه، یه برنامه رفتم اجاره کردم، گفتم که خیلی خوب شما بیا راجع به اون معصوم صحبت، نیومد و این مردم رو چی شک انداخت که چرا نمیاد. هی اصرار کردیم و که بالاخره اوضاع روشن شد و پرونده و کارنامه این آقا روشن شد و شناختنش و خوشبختانه الان سایش اثر کانون کم شده و واقعا دستر بسیاری از این سنپاشی هم بر علیه کانون همین بزرگوار کرد. حالا اگر اجازه بدین من راجع به موضوع شایعاتی صحبت بکنم، بعد راجع به این موضوع شاید هفته دیگه من مفصلا صحبت بکنم. به دوستان میخواستم بگم که تو این شرایطی اگر گیر کردین ناامید نشین، راهی هستش که شما میتونید حقتون رو بگیرین. گرفتن انتقام یه چیزی که یه وقتی باعث از هم التیام میشه. اگر میتونین ببخشین، اگر نمیتونین ببخشین انتقام بگیرین. ولی انتقام عاقلانه. این آقای ارجمند که اینجوری هستش، اینا خیلی نگران وشه و یگوشون هستن و باور کنیم. بعد ما دیدیم که اگه بخوام به دادگاهشون برسونم، چون من اون مدارک رو پاره کرده بودم و از نظر وقتی 12 سال میگذره اون چیزا، امکان این داره که این پرونده من بازنده در بیاد. چون بازیت با قانون را چیز میکنم، عمل میکنم و یک خود قانون هم مثلا میگه که شما اگه چک به یکی دادی اگه تا 6 ماه نقد نکرد دیگه مجبور نیست بهش بدی. این قانونه ولی خب حق نیست، عادلانه نیست. حالا چراش من نمیدونم. اینه که من نگران این موضوع بودم، اومدم یک طرح خبیثانه به فکرم رسید ولی شما به کسی نگید. اومدم با عراقی جماعت نمیشه در بیفتاد، چرا با آرتیست جماعت هم همینجور اومدم یک کاری کردم به اون دوره بریاشون که ایشون خیلی اعتبار و احترام داشت، تماس گرفتم، یکی ایمیل فرستادم، گفتم بابا ما یه اختلاف مالی داریم با این آقا، این پول ما رو بالا کشیده، شما بیاین واسطه بشین من پول رو بگیرم. گوش بکنید،
هر هفته برای یکی میفرستادم. خلاصه درد شیش ماه دیگه کسی نبین، اینا خودش رو برام میفرستاد، بعد کپیش هم برای خودش میفرستادم. هرچی هم که من درباره این آقا گفتم، کپیش رو برای خودش که حق دفاع داشته باشه. از خودشون کسایی هم که میبینن کپیش رو فرستاد، اینا حرفی نمیزنه، میگن که لابد همینجوری که شما گفتین یا جلیقش کردی یا واقعی ریگش بکرش. حقای خوشبختانه اینجوری روشن شد. بعد اگر به شما چیز اتفاقی افتاد، شما از نظر قانونی میتونین به یکی که بیان بگی بابا بیان مسئله ما رو حل کن، سراغ هر کسیم که رفتین بگید بدگویی نکنین، بگید یه اختلافی بیان کن، اونا خودشون میرن پرسجوی میکنن که جریان چی بوده، بعد اگر شما پرسیدن شما بهش بگین که شما بدگویی نکرده باشه، انتظار شخصا نکرده. یعنی شما میگید مثل روشای قدیمی بهش حکم میگفتن، یه نفر رو بیاریم که دوستمون باشه، اینجوری میگید قبل از دادگاه؟ ببینید من انتظاری نداشتم دوستان این کارو بکنه، کس به اصول این کارو نداره، اونا متوجه هستن، ولی فقط همه که میدونستن به این آقا میدونست که داره تو شهر رسوا میشه و این برای من کافی بود. آقای کوروش خان نمیخوای به عنوان حسن ختم بگی ماجرا چی بوده؟ کلا برداری تو نه 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 اجازه بدین اینا، من فقط اجازه بدین به عنوان حسن ختم حرفمو تموم کنم. بعد اینه که این جریاد شیاد که نوشتم این بود که شما میتونین یا این کارو بکنین یا بذارین روی یوتیوب. خب یوتیوب اون سابجکت چه که می نویسین یا عکس چیزی می نویسین اینجوری بشه به فارسی: شیاد امریکا ویرجینیا فیرفاکس مثلا پارس سوردی، یا شیاد امریکا دست شما درد نکنه امریکا این... جورجیا آتادا کورش سلیمانی. کاش که من سر بخش شما باشد که کسایی که دیگه میان شاهد شیادی هایی بودن از کسای دیگران در شهر خودشون منطقه خودشون بتونن آنن زیر این بنویسن. و شما اگه نمیخواین شخص معرفی کنین که یه کاری بسیار ریسک بزرگه، نمیخوام شما همینجوری دل به دریا بزنین، مگر اینکه به حدی برسید یکی دوستان گفت این کار بکنه خب میتونه اذیتت کنه، گفتم من ترجیح میدم پول وکیل بدم تو روانشناس بیمارستان. حالا من نمیخوام پول روانشناس و دکترا رو آجر کنم، ولی من گفتم نه من ترجیح میدم این ریسک رو بکنیم، ولی شما ترجیح نه، اگر این کار خواستیم بکنین حتما حتما با کسایی که حقوق دانند یک کمی ریسک باید کرد ولی حساب شده باشه. شما اینا کارهایی که اینها کردن بدون اسم خودشون اقلا بزنید یا با اسم مستعار این کار رو بکنید، اینا خودشون از شما بیشتر نگرانی هست که آبروریزی نشید. میخونم اگر بفهمن به قول معروف کارشون داره برملا میشه، مردم یواش یواش میشناسنشون، باور کنید سراغ کسای دیگه به این راحتی نمیدن و مردم هم همینجوری میشناسن اینا رو در جامعه. شما هم اسمی از اگر هم بخواد تازه بره دست شما شکایت کنه، شما چون اسمی ازشون نبردین کاری نمیتونه بکنه. یه مقدار دلتون خنک میشه که حالا به قول معروف نوبتشونه که اون کسی که از شما دلادش گردن میگشته و عرش سیر میکردن. حالا میخوام بهت وقت بیشتری بدم، میترسم دوباره اسم ما رو بگی بذار داخل شیاد و فیرفکس و نه شما رو شناختن جدا. این ماجرای دادگاه مدنی کاپکانتی چیه؟ میخوای بگیدم نه اینو من قراره میخوام. آها یه چیز دیگه هم هست، شما اگر که یکی پول زیادی ازتون خورده و پول وکیل و چیز اینا انقدر سنگینه که من شکنه، یه دادگاهی هست که شما میتونین تا $5,000 اقلا اینا رو با یه خرج خیلی کم $80 خودتون شکایت بکنین، این کارا رو میتونین بدون اینکه که دادگاهی چیز بدین این کار رو بکنین. اولا اگر که یه مقداری از پول لطف خورده شده از اینا بگیر و همه که اینا هم سرکارشو به دادگاه میفته، بعد کسای دیگه بگین که اگه این آقا رو میشناسن یا خانم بیان درباره شهادت بدن اینا، چون که اون همه اینا رو از طریق گروهی مثلا وکیل گرفت، اگر به فضایی که چون خصوصیت خیلی خوبی دارن این کلا بردن، این که حالی تبعیض نیستن سر هر کس که بتونن از هر قوم و قبیله و اهل تبعیض نیستن. خیلی ممنون. اگه بازم صحبتی دارید، موضوعی هست بگید. این ماجرا هم که شما گفتید دوستان، ایشون درست میگه، دادگاهی هست بهش میگن small claim court یا دادگاه مدنی. شما تا $5,000 احتیاج نه به وکیل دارید نه چیزی، ولی دادگاه $30 $40 بستگی به محلتون پول میگیره که اون فرم رو شما مثل همین دادگاهی که جاد جودی تو تلویزیون و اینها میبینید
دادگاه اسمال کلیم هست، یعنی همین دادگاه کوچیکی که بین دو تا شخص اتفاقی افتاده و اینا، ولی اینها قضاوتشون فقط تا مبلغ 5000 دلاره. یکی دیگه هست سیکت کور فکر کنم تا 10000 دلاره. در هر صورت وقتی که چند نفر جلو اینها وایسن، باز کوروش حرف خوبی زد، وقتی که چند نفر وایسن اینا به این نتیجه میرسن که آقا اگه برن کار کنن پوله راحت تر در میاد تا کلا سر مردم گذاشتن. ولی وقتی کلا گذاری انقدر آسون میشه و من و شما میگیم بی خیال کی وقت داره بره دادگاه، اینا هی تشویق میشن که بدون تبعیض همینجوری که کوروش گفت سر همه کلا بذارن. از شما ممنونم. اگر باز صحبت جناب صادقی جانم با خودش، من فقط دو دقیقه وقت میخوام. بگو تو که نکته بسیار جالبی گفتی راجع به دادگاه و داوری که شما گفتین، یا حکم یا محکمه اینا. میخواستم بگم که قانون اساسی امریکا اون قوانین شریعت رو برای داوری نه تنها جلوش نمیگیره بلکه استفاده، چون که انقدر شکایت این دادگاه هست که اینا نمیرسن به همشون رسیدگی کنه. اینا از خداشونه که اینا این موضوع رو تو خودشون حل کنن، و بعضیا به خاطر اینکه به خودشون حل کنن میرن سراغ دادگاه‌های مذهبی. بخواستم بهتون بگم که اگر اینجا رفتین این اصول رو رعایت کنین. اینها باید طبق کدهای ایالتیش، ایالتی که شما هستین، طبق اونها روشی داشته باشن، نه اون قوانین شریعت 5000 سال پیش، 1400 سال پیش. به اونجا نمیدونم به یه گاو لگد میزدن اگه که نعره نمیکشید میگفتن این بیگناست، اگه نعره میکشید میگه نبا اون وقت اینجوری چیز میکردن. ولی اینا بگم اون کسایی که از نظر مذهبی مغزشون اینا را پذیرفته، اینا از حتی اطلاعی هم از این قوانین ندارن. اینه که شما اگه تون دادگاه رفتین شما این حقوق دارین، شما حق دارین وکیل بگیرین، شما حق مقابله دارین. اگر ایشون یه حرف ناجوری زد میتونین ازش سوال جواب بکنین، تا شما حق دارین که گفته شنودی توی دادگاه محکمه رو ضبط بکنین، شما حق دارین شاهد بیارین، شما حق دارین ازشون مداره که هرچی که خواسته ازشون بخواین، و ایشون هم حق دارن چون این دادگاه مدنی تمام حق و حقوق داره. و شما چیزی امضا نکنین که دست و بالتون رو ببنده، و حتی اگر اونجا رو هم خواستین برین اصلا خواستن چیزی امضا بکنن، اینا به یک وکیل نشون بدین. امیدوارم که این برنامه مفید واقع شده باشه. بدترین اشتباه ناامیدی، و بدترین اشتباه ما مصیبت ما ایرانی ها بی تفاوت. و من خیلی دل خونی از اونا دارم که میگن که دیگه که برای ما نجوشه سر سگ توش بجوشه. من این اعتقاد ندارم. من معتقدم این افراد را کسی که اشتباهی میکنه چیزی نمیبینه، آگاهی نداره، باید پیش بگیم که توی این دامای وحشتناک نیفته که خودش شاید خیلی تجربه کرد. یک دنیا سپاس جناب سوربی تا گفتگوی بعدی. ممنونم از شما دوستان عزیز. حالا تا موقعی که اسم این برنامه رو پیدا کنیم میذاریم دقایقی با کوروش. شما یه نکته گفتید انتقام ایلام میبخشه، ولی میگن انتقام به اصطلاح عف شیرینه. شما حالا هر دوش امتحان کردید به نظرتون جفتش؟ ببینید اگر که شما عف میبخشین که یکی چشم رو داشته باشه متوجه میشه. گوش بکنید اینا، یه وقتی یکی میگن اگه شما یکی ببخشین ولی طرف ندونه که قدرت چاره دیگه داری به غیر از بخشیدن، و نخواستی اون عمل کنی، اون اصلا مسخرت میکنه. میدونی اینه که یه تصمیه حساب منصفانه عدالتیش اشکال نداره، نکاره انتقام میده یک درد سر بیفته. انقدر که شما رو ناراحت کرده خودش هم میکنم ناراحت بشه اشکالی نداره، شما زیاد ناراحتی وجدان نداشته باشی. بسیار ممنونم از شما. برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم تا برنامه های آینده. امیدوارم اوقات خوبی داشته باشید. مرسی که با ما بودید. ممنون. خواهشم. دوستان عزیز، با آقای کوروش سلیمانی بودیم از آتلانتا. در طی برنامه وبسایت ایشون که خیلی آسونه، kurosh123.com، ایمیل ایشون اونم خیلی آسونه، kurosh454@gmail.com، تلفن ایشون 404 444 86 66
ضمناً میدونم که بعد از این برنامه احیاناً دوستانی و یا دشمنانی با ایشون تماس میگیرن. ای آقا رفتی تو تلویزیون مردم؟ گفتم یکی از دوستان حرف خوبی زد، باید بهشون بگیم که شما تلویزیون مردم رو تماشا میکنید، پس من به همین خاطر آمدم توی تلویزیون مردم که با شما باشن. دوستان عزیز، برنامه رو پی میگیریم، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. روز و روزگار بر شما خوش. فردا در آمریکا روز شکرگزاری است، به شما تبریک میگم، فکر گرسنه ها هم باشید. مرسی که با ما بودید. تلویزیون مردم رو به دیگران هم معرفی کنید. وبسایت kurosh123.com رو هم نگاه کنید، نقاشیاش خیلی قشنگه، مخصوصا اون قسمتی که گفت یه نقاشی نقاشی یه خانمی رو کشیده، خانم گفته این نقاشی زشته، گفته خب خودت زشتی، منم این کشیدم. عجب. خیلی ممنون، مرسی که با ما بودید.